در دوره چورابینی ها بخشیده با 25 سالگرد روز وحدت ملی کاروان مادران وحدت سرا به ناحیه فرخور تشریف آوردند. در درآمدگاه ناحیه مهمانان را با چهره های کوشا گرم و صمیمی استقبال گرفتند. در این سفر نخست مهمانان داخل آثارخانه تاریخی ناحیه فرخور شدند. اینجا نگاره ها باقی مانده مدنیت دوران قدیمترین قدیم و اثرهای میانه که باستانشناسان از فرخور یافتند گرد آورده شدند. ناحیه فرخور و امروز چوران گلدست و دوزندگان هنرمندش در نمایش های سطح ولایتی و جمهوریوی معرفی می نمایند. در این سفر مهمانان به یکی از کارخانه های دوزندگی واقع در مرکز ناحیه تشریف آوردند. کارخانه مذکور با اشتراک راوری دولت مورد استفاده قرار داده شده 60 نفر زنان و دختران محلی اینجا به شغل دوست داشتهشان جلب گردیدند. در ادامه سفر مادران مهمان کمندانتورای حربی شدند، با شرایط خدمت سربازان شناس گردیدند. در ملاقات با سربازان اطلاع داده شد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخور در سمت بردن کارهای تربیوی و ترغیب طرز حیات سالم با کمندانتورا رابطه زیج داشته، با دستگیری بخش کار با زنان و ویلا پیوسته چورابینی های ورزشی و معرفتی برگزار مینماید. مادران سوخت و ختلان، بدخشان، رشتان زمین در مجموع مادران خوشبختی تاجیکستان عزیز ما در چورابینی های بخشیده به روز وحدت که طبق نقشه های ریاست های کاربزنان و اویله ولایت ختلان و ناحیه فرخور که تعریزی گردیدند، سراپا امروز دیار ما را بسیار یک حسن خوب و بسیار یک حسن دلارا بخشیده استادند. امروز مادران در هیئت گروه کاری با آماده کردن شیرین های خانگی خود و عیادت سربازان آمدند. امروز بحر آن می بولند که سربازان شجاعی وطن فرزند امروز مادر تاجکستان صاحب استقلال در سرحد خیش مست دفاع میکنند از خدمت برای وحدت، برای یکدلی، برای یک پرچگی ملت خیش کوشش پخرج میدیند و بسیار خرسند بخش از آن هستیم که امروز سربازان ما بسیار یک قبای ایدانه ببر نموده در خدمت مادر وطن در دیدبانگاه های قلمرو سرحد های تاجکستان صاحب استقلال دفاع از وطن خیش کرده استادند و بحر آن میبارند که پیوسته مادران با دسترخوان های آماده کرده خیش و دیداربینی آنها میآیند. بسیار شاهد آن گشتیم که مادران سوغدی، ختلانی، رشتانی، بدخشانی امروز در بر فرزندان خیش یک جایه سر یک پیاله چای شکرگزاری از صلح و ثبات از سرور بی نهایت خوشبختی که بحر این سرزمین پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی و سر مردم ملت تاجیک راهبری میکنند میبالند و ما مادران با شکرگزاری از صلح و ثبات کشور پیوسته کوشش مینماییم که فرزندان خیش را در روحیه وطن دوستی، خیشتن شناسی، ملت دوستی تربیه نموده بحر این سرزمین آماده نماییم. قسمت جنبستی چورابینی نتیجه های سفر کاروان مادران وحدت سرا در تالار مجلسگاه مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 2 در مرکز ناحیه دایر گردید. در این ملاقات اشتراکچیان تاثیرات های خود را از این سفر بیان نمودند. سفر کاروان مادران وحدت سرا با برنامه رنگین کنسرتی در ناحیه فرخور جنبست گردید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.